اینجا سب منزل و حافظ پیشدادیان این دیار. نقوش باد و باران بر پیکره دیوارهای خشتی آن روایتگر تاریخی است که بر آن گذشته است و برجک‌های آن چشم صاحبان قلعه در دفاع از بیگانگان بر این خاک بوده است. اینجا سب بنای خشتی با ارتفاع 6 متر، پا بر پله‌هایش بگذاری و از دروازه چوبی آن گذر کنی، هر خشتی که بر پیکره این قلعه نهاده شده خود روایتگر حس و خاطره گاه شیرین و گاه تلخ است که در گذر زمان بر این بنا رفته است. و من تمی قلعه از مادر پیدا شدم، تمی قلعه. و پدر مادرهای ما تمی قلعه زنده کردن پیش حاکم محمد شاه، فرزند میر غلام رسول که پدرش بوده. و پدر محمد شاه مراد میر مرازی اینجا حاکم بوده و ما هم تمی قلعه زنده کردیم تا آخر کلاه دیگه از دست اینا رفت و دست دولت افتاد و ما هم این کلاه رفتیم بیرون، بیرون اتاق ساختیم برای خودمون اونجا زندگی کنیم. خدا میدونه که قدمتش چقدره. حتی میگن که 6 محمد شاه نام که یکیش و آخریش رو به خودم دیدم در این قلعه حکومت کردن. در این قلعه، این قلعه دارای استبل‌های اسب‌های تازی، شترهای جماد رودباری، بهترین اولاغه‌های از کدوم یه سپراموش کردم، زرابخانه، اون موقع بودن گورخانه میگفتن، یعنی اصل خونه، زندان، امنیت، تمام حکومت اینجا حکم فرما بوده که تمام دور تا دور این بلوچستان از اینجا خوراکشون همه چیزشون تامین بوده. هر جا شکایتی و حسابی داد و گرفتاری ناامنی بوده در اینجا اینا فیصلهشو میکردن در همین حاکم همین قلعه. این قلعه داره یک چای، در موقعی که مثلا یه شاعر یه حاکم از حاکم دیگه مخواست قلعهشو بگیره اینا رو محاصره میکردن. اینا از همین زیر زمین این قلعه رو بردن، چی چهار آبس رو بردن بالا. موقع محاصره کردن دشمن دیگه نتون از بیابی یا تشنگی اونجا در مزیقه نباشن. رفت نگاه کرده چهارشون دیدید و این راشنه ها و این سوراخ ها و اینا که میبینی همه تیرکش شد برای دشمنه، برای تیراندازی. این قلعه ایست که به تمام این منطقه اوز بالاش بره مسلط، همه جا به اندازه یک دوربین عکاسی که شما بینید مثلا ذره‌بین چقدر یه چیز کوچک و بزرگ میکنه بالای این قلعه، هر جا رو همینطور نمایان میکنه مثل یک تخمور. این قلعه عجیب ساخته شده. این قلعه بی خود میگن که زمان قاجاریه فقط یه دفعه تعمیر شده، زمان قاجاریه یه دفعه تعمیر شده. از این قلعه خدا میدونه که کی بنیاش رو گذاشته و چه وجهی با این معماری تا حالا میبینه که اینقدر بارون و همه چیز باد و بارون اومده بوده هنوز برقراره، یک حشتش هنوز ضایع نشده. پدر من تبل زن این قلعه بوده، تبل اون زده وقت شادی بوده، عروسی چیزی بوده دیگه، تبل اون زده.
و با ما بچه ها هم درس داد، تعلیم داد، ما هم هنوز طبل میزنیم. قلعه سب بنایی است خشتی که دورا دور آن را حصاری با ارتفاع 6 متر محصور کرده است و سه برجک دیدبانی در سه گوشه قلعه پاسداری مطمئن بر این قلعه می باشند. قلعه سب مربوط به میر غلام رسول از طایفه میر رازی ها بوده که بعد از فوت ایشون به پسر ارشد اون به نام محمد شاه واگذار میشه. این قلعه مربوط به سده نهمه و از خشت خام و کاه گل در اونجا به کار رفت. مثال اصلیش خشت خام و کاه گل و پوشش سقفی اون اتاقها از تنه درخت خرما و همچنین شاخهای آن به نام کرز و حسیر که از نخل وحشی به نام داز میباشه استفاده شده است. قدمت این قلعه به سده نهم میرسه. در واقع 900 سال این قلعه قدمت داره و از دو قسمت حاکم نشین و آمن نشین تشکیل شده است. حاکم خود در قسمت غربی منزل داشته که خیشان و اقوامش در طبقه اول این قلعه مسکن گزیده بودند. در آن سوتر خدمه و جانب دیگرش زندان و انبار مهمات برای دفاع از حمله بیگانگان و استبل اسبانی است که چابک سواران را بر پشت می گرفتند. تنور و چاه آب در قلعه ساکنان را رزق می داده و زندانی که در کنج حیات واقع است حکایت از عدالتی دارد که در گذر زمان استوار بوده است. من می دونم که راجب این قلعه میر مرزایی ها حاکم کردن، حکمران بودن. آخرین بارش آقای میر مراد میر مرزایی فرزند محمد شاه میر مرزایی دیگه بعد از اون این قلعه همونک در آن کسی که بهرام جام گرفت آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. میر مرزایی از لب این منطقه تمام شون به جز میر مرزایی بوده، تا سرباز به جز این کله بوده، تا لب مرد به جز این کله بوده، این حکمرانش بوده. اینه که به این شکل در اومده شما میبینید در این بگیر و ببند و امانش ماده به دست من پهلوانش بده. اینجا بگیر بندی دست دستانی بوده. اینجا حاکمی کرده مثلا اول من میدونم از میر غلام رسول، پسر میر غلام رسول محمدشاه، پسر محمدشاه میر مراده، پسر میر مراد حاجی برکتانه. Thank you.
دیدگان منادی بر پیرمردی است که دلش را بر ساقه و نازک هیزمی نقش می‌زند. آن سوتر رقاصان و تبالان چشم بر دهان منادی دوختند تا بشارت دهد طلوع آتش را. پیرمرد روایت غریبش را بر چوب می‌ساید و حک می‌کند. بانگا که شعله‌های دلش مشتعل می‌گردد، آتش طلوع می‌کند. منادی هلهله بر گلو می‌اندازد و ندا بر تبالان می‌دهد و تبالان بر طبل می‌کوبند و رقاصان پای می‌کوبند و عشق پیرمرد روشن می‌سازد قلعه خفته به تاریکی را. پای کوبی ها، هلهله ها و آوایی که از گلوی رقاصان بیرون می آید همگی نشان از سپاس داداری دارد که گرما را بر آنان بخشیده است. داداری که هنر را به سرپنجه دستان معمار تراویده است و در پای رقاصان و بازوی تبالان و گلوی نیزن بخشیده است. برای داداری که شور را بر دل سب جاری کرده و سپاسش مناجاتی است که از این هلهله ها برمی آید. گوش فرادهی می توانی از لابلای ضرب طبل و نوایی که از گلوی خسته نی بر می آید روانی آب چشمه هایی را بشنوی که گرداگرد این دیار سفره گشاییدند و چه خوب استاد معمار آب چشمه را بر خاک فرود آورده و با دست طنازش خشت ساخته و بر پیکره این بنا نهاده. مرحبا بر طنازی دستان پیر استاد.
باید راهی شد و از قلعه جدا شد. از حیات بیرون شد و پله ها را فرود آمد تا بار دیگر عظمت نهفته بر خشت خشت این بنا را دریافت. به شوری که در دل سبیان است و با آوایشان به آسمان می رود.